خب عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان، بزرگواران و همه علاقمندان به حوزه تجارت، کسب و کار و صادرات. با جلسه 20 از تجزیه و تحلیل کالاهای در واقع صادراتی در خدمت بزرگواران هستیم. این هفته طبق حالا قول و قراری که داشتیم در چند جلسه گذشته که بعضی از دوستان مباحث مربوط به عرقیجات گیاهی رو مطرح کرده بودن و درخواست داده بودن، حالا با توجه به بررسی های انجام شده تصمیم گرفتیم این جلسه در مورد صادرات گل محمدی و گلاب صحبت کنیم. البته در مورد گزارش هاش حالا یه سری مسائل هستش که حالا من جلوتر در موردش صحبت میکنم، اما خب باز جزء کالاهایی هست که هم مزیت تولیدی داره و هم مزیت صادراتی، باز هم به اون پتانسیل در واقع صادراتی مورد نظر ما نرسیدیم. در مورد این کالا ظرفیت بسیار زیادی داره، خیلی خاص هست در مورد حالا ایران به خصوص که نوع در واقع گلی که حالا معروف شده، حالا همینجا مشاهده میکنید، به داماسک روز یا گل روز دمشقی. حالا علتش هم اینه که در گذشته این گلها از ایران به سمت شام میرفته و از دمشق در واقع صادر میشده به کشورهای اروپایی، واسه همین به روز دمشقی معروف شده. و البته توی سیستم های گمرکی ما به نام واتر آف محمدی فلاور در واقع ثبت میشه، یعنی همون آب گل محمدی، به این شکل در واقع ترجمهش کردن و توی بازار بین المللی هم به همین شکل صادر میشه. اما چون اغلب صادرات ما خیلی محدود به کشورهای توسعه یافته و اروپایی هست و بیشترش به کشورهای عربی هست، فضای بسیار زیادی دیده میشه، ولی خب قبلش باید یه سری کارها انجام بشه که ما حالا در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. جزء پس محصولات فوق‌العاده هست، یعنی اگر ما بدونیم که ظرفیتمون چقدره مطمئناً توجه ما رو جلب میکنه این محصول. خب روال جلسات خودمون، ما در مورد ابتدا در مورد خود گل محمدی، گلاب و حالا موارد اینچنینی صحبت میکنیم و سعی میکنیم که کمی عمیق‌تر، با اینکه همه ما قطعا این محصول رو میشناسیم، این گیاه رو میشناسیم، ازش استفاده میکنیم، واقعا به جرئت میتونیم بگیم که کمتر خانواده ایرانی هستش که همین الان تو خونش مثلا گلاب نباشه. دیگه یک در واقع هم چاشنی در واقع محسوب میشه گلاب، یک جور اسپانس در واقع کناری برای غذاهای مختلف در واقع ازش بهره برداری میشه، خاصیت فوق العاده در واقع درمانی داره و این خواصش و حالا اون پیشینه تاریخی ما و حالا انس و الفتی که حالا از لحاظ معنوی حتی ما با این محصول داریم باعث شده که این محصول جایگاه خاصی بین ما ایرانی ها داشته باشه. با توجه به ظرفیتی هم که کشور در تولید این محصول داره، خب حیف هستش که ما برای صادراتش هم بی برنامه باشیم و بی توجه. خب گل محمدی یا گل سرخ که از خانواده گل رز هست، خب به خاطر مقاومت بسیار بالایی که داره و در کنار شهرهای بزرگ هم به راحتی به عمل میاد، در مناطق بیابانی کم آب به صورت درخشه هایی که بعضا تا 2 متر هم میتونه ارتفاع بگیره و خارهای بسیار تیز و محکم داره. حالا شاید خیلی از عزیزان حداقل تو استان فارس و استان اصفهان، شهر کاشان، از نزدیک هم مشاهده کرده باشن. خود من که خب چندین بار رفتم، برای حالا علاقه که به این گل دارم رفتم و در خود فصلش بهار اردیبهشت از نزدیک روند کاری رو دیدم و فعالیت‌های تولیدی عزیزان رو دیدم. خود این
مسئله ای بود تو ذهن من که با اون پتانسیلی که اون منطقه است هنوز ما اون در واقع روند رو پیدا نکردیم، هم در یک تولید منسجم و صنعتی درست و هم اینکه ما اون درست حالا شرکت هایی هستن دارن فعالیت میکنن اما اونجور که باید از این ظرفیت استفاده نمیشه و خب حیف است. همونجور که اشاره کردم به روز دمشقی معروفه و خب این گل ضمن این که در واقع تا یک فرایندی ازش عرقش رو گرفت عرق گیری میشه و به اصطلاح گلاب بهش میدیم، اینجوری بهره برداری میشه. خود گل قابل استفاده است، غنچه خوش شدهش هم و تازهش هم قابل استفاده است. بعضی جاها تو در واقع کارگاه ها ازش روغنگیری میشه، اون اسانسش رو گرفته میشه که خود این اسانسش برای تولید پرفیوم عطر بهره برداری میشه. پیشینه بسیار گسترده ای داره این گل، برمیگرده به دوران ایران قبل از اسلام که حالا اینجا هم اشاره کردیم در دوران هخامنشی پایه اصلیش هم استان فارس بوده، بعدها به خصوص در دوران صفویه به کوپایه‌های کاشان میارن این رو و همینطور کرمان و خب تو کاشان هم که میدونی تو مناطق مثل حالا قمصر، نیاسر و روستاهایی که اون اطراف داره به شکل خیلی وسیع در واقع کشت میشه و ازش بهره برداری میشه و حتی اشاره شده در کتاب شکسپیر که شاعر و نویسنده معروف انگلیسی، حتی اونجا هم اسم برده شده، یعنی تا این حد یه عقبه داره در واقع. حتی خود این گل در بین غربی ها هم یه عقبه طولانی داره. پس تو صنایع دارویی، عطرسازی، فراورده های بهداشتی آرایشی، چون اخیرا توی بحث آرایشی و پوستی هم یه چیزایی اثبات شده در مورد این و اون خواصی که داره برای پوست صورت به خصوص و پوست دست، ازش برای ساخت کرم و روغن ها و لوسیون ها استفاده میکنن. از عرقیجاتش تو بحث همون که گلاب باشه، تو بحث دردهای روماتیسمی قلبی، تقویت اعصاب و معده، اینا در واقع اثبات شده. شربت ازش تولید میشه، مربا تو صنایع شیمی سازی، بستنی. خب این ویژگی های خیلی گسترده ای داره این محصول و خب این باعث میشه که توجه ویژه بشه. تو ایران هم اونجور که حالا خود در واقع انجمن گل ایران و حالا جهات کشاورزی اعلام کرده، بیشتر از 13 گونه بومیه در واقع گل محمدی داریم و با اینکه تو ایران به طور کلی فقط یک بار در سال برداشت میشه، اما این امکان وجود داره با توجه به 4 فصل بودن ایران که تو زمانهای دیگر هم روی این قضیه میشه سرمایه گذاری کرد و بهترین دما هم برای رشد این گل معمولا میگن بین 15 تا 21 درجه است و خب این ویژگی این گل هست. هرچند باز هم متاسفانه یه جای دیگه دارن ازش بهره میگیرن، مثلا تو بحث همین اسانس، خب یکی از کشورهایی که تولید میکنه این گلو گل کشور بلغارستان هست و کشور افغانستان هم در واقع این گل به عمل میاد. کشور بلغارستان خیلی بیشتر روی بحث پرفیومش کار میکنه، چون وقتی اسانس گیری که میکنی ارزش افزوده که ایجاد میکنه خیلی بیشتره و قیمتش در واقع یه قیمت متفاوتی میشه که ما بهش اشاره هم خواهیم کرد. حالا تو اسلاید بعد صحبت میکنیم در موردش که حالا در مورد گل ما صحبت کردیم، یه مقدار هم میخوایم در مورد خود گلاب صحبت کنیم. ببینید عطر خالص، اون چیزی که حالا ما به عنوان اسانس هم در واقع اشاره میکنیم، حالا این قیمتی که فعلا من حالا تونستم تو سرچ پیدا کنم حدود 23,000 دلار برای هر لیتر اسانس یا همون عطر خالص گل محمدیه. خب ما متاسفانه فرایند اسانس گیری خیلی منسجمی نداریم، خودش این یه ضعفه. یعنی به جای اینکه مثلا فقط صرفا همه گل‌های تولیدی تبدیل به گلاب بشن یا به گلبرگ خشک یا مثلا قنچه خشک، خب یه بخش مهمش رو بذاریم برای تولید اسانس که ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای داره برای تهیه عطر، رو اینو بخصوص کشورهای مثل فرانسه، ایتالیا، آمریکا که حالا کمپانی‌های بزرگ عطرسازی اونجا هستن، طالب این اسانس‌های فوق‌العاده طبیعی هستن و
میشه روی این قضیه درآمد بیشتری در واقع کسب کرد. گلاب هم که همتون آشنایی و در واقع مایه‌ای هست که از گل محمدی استخراج میشه و همونجور هم که اشاره کردیم فعلا توی ایران کاشان شاید بزرگترین تولید کننده گلاب باشه. این چیزی که تخمین میزنن حالا اعلام میکنن سالانه بیش از 15,000 تن گلاب تولید میشه. بعد توی استان فارس هست، مثلا شهری مثل میمن شاید بیشتر از 10,000 تن 12,000 تن گلاب تولید میشه. تو شهر اسپارتای ترکیه هم گلاب تولید میشه شاید بیشتر از 8,000 تن. یعنی الان ترکیه، افغانستان اینا یه جورایی در واقع به صورت حالا نمیگیم الان خیلی رقیبن، به صورت بالقوه رقبای خیلی در واقع خطرناکی هستن و خب این ویژگی هم در واقع باید در نظر گرفته بشه. اونا خب چون به تکنولوژی راحت‌تر دسترسی دارن، مثل کشوری مثل ترکیه، خب میرن اون تکنولوژی بیشتر رو اسانس کار میکنن. اون چیزی که من حالا حداقل توی سرچو به دست آوردم برای تولید یک لیتر عطر یا اسانس گل محمدی به 4 تن گل نیازه. یعنی شما از 4 تن گل میتونید یه لیتر در واقع چی در بیاری؟ اسانس خالص در بیاری. و این واسه همینه که در واقع ارزشش که تقریبا میتونم بگن یکی از گرانترین اسانس های دنیا هست. و گلاب با توجه به حالا روندی که داره توی تولید، خب معمولا حالا شاید آشنا باشید، فقط برای اینکه یکم بیشتر حالا توضیح بدیم دوستان دیگر هم با فرایندش آشنا باشن، طبق فرایند گلاب گیری گلاب ها به گلاب های سنگین، سبک، گلاب دو آتیشه، سه آتیشه و پساب تقسیم میشن. گلاب سنگین یا ممتاز خب درجه یکه که از تخدیر بین 30 تا 35 کیلوگرم گل محمدی به همراه 80 لیتر آب به دست میاد که توی این فرایند حدود 40 لیتر گلاب ممتاز به دست میاد که غلظت بالایی داره نسبتاً و برای مصارف خانگی استفاده میشه. خب گلاب سبک اینو هم به همین ترتیب اون وزن گل میاد پایین تر. مثلا برای گلاب سبک بین 15 تا 20 کیلوگرم گل رو ازش بهره میگیرن. تو گلابای دو آتیشه که خب بحث غلظت بالاست و در واقع خب طعم تلخی هم داره ولی در واقع بحث مصارف خانگی داره، مصارف درمانی داره و به این شکل خب گلابا دستبندی میشن که خب احتمالاً اگر سفری به شهرهای گلابخیز ایران داشته باشید اونجا براتون توضیح دادن و با این موارد آشنا شد. این هم یه توضیحاتی بود مختصر در مورد گل محمدی و گلاب که حالا میخواییم بریم به گزارش های جهانیش هم بپردازیم. اما قبلش یه آماری هم در مورد تولیدش بدیم. ما بیش از 24,000 هکتار از زمین های کشورمون تحت کشت گل محمدی هست. تو 14 تا استان در واقع مزارع گل محمدی وجود دارن که خب به ترتیب میبینید بیشترین سطح زیر کشتش تو استان های فارس، اصفهان، مرکزی، سمنان و کرمان و آذربایجان شرقی. بهترین جا هم برای در واقع مناطق مورد کشت مناطق کوهپایه‌ای و اقالیم خشک و نیمه خشک هست و در واقع فضاهایی که شبیه به همون آب و هوای کاشان هست. حالا توی مثلا فارس تو میمن تو داراب مثلا حدود 5,000 هکتار آماری که دادن توی این مناطق گل محمدی به روش دیم کاشته میشه. توی کاشان هم مثل برزک، جوشقان، نیاسر، قمصر اونجا در واقع خوب مکان اصلیش هست و مزارع گسترده گل محمدی وجود داره. آماری که دادن فقط تو کاشان بیشتر از 10,000 تنی آمار دیگه جدیدترینه گل برداشت میشه که نزدیک به 20,000 تن گلاب استحصال میشه. ایران مقام نخست تولید گلاب جهان رو داره، دقت کنید، مقام نخست تولید گل محمدی رو داره و رتبه چهارم تولید اسانس گل محمدی. اما متاسفانه توی بحث صادرات باز هم ما ضعف داریم و از یک محصول بومی خاص درجه یک کشور خودمون نمیتونیم درست بهره برداری کنیم. مثل حالا خیلی از محصولاتی که ما توی این 20 جلسه که اشاره هم کردیم معمولا سعی میکنیم محصولاتی یا کالاهایی رو انتخاب بکنیم که توان داخلی ما تو اونها زیاده، یعنی اصلا پتانسیل بومی داریم هم برای تولید و هم برای در واقع صادرات.
حالا سعی میکنیم که به گزارش های مرتبط با اکسپورت بپردازیم و گزارش های صادراتی رو با همدیگه بررسی کنیم. تو گزارش های در واقع جهانی، من حالا یه توضیحی اینجا باید بدم اول که این گزارش ها یکم به شکل خاص در واقع مطرح بشه. اول ببینید توی دستبندی هایی که صورت میگیره توی ترید مپ، خب بعضی وقتا پکیج دیده میشه، یعنی اینجوری نیستش که صرفا فقط یک محصول یا یک کالا دیده بشه. اینجا هم همینطوره، یعنی بخشی از گیاهان که به صورت تازه خوش شده یا در واقع مصارف دیگه دیده میشه، مجموعش که گل محمدی هم زیر شاخه این قرار میگیره، زیر مجموعه این قرار میگیره، ما اون گزارش ها رو آوردیم. حالا به جاش حالا اشاره میکنیم که وضعیت به چه صورت است. در مجموع پکیج این همه محصولات که در این زیر شاخه قرار میگیرند نزدیک به 1.6 میلیارد دلار ترنوور صادراتیش در سال 2019، البته خب این بوده، چین هم بزرگترین صادر کننده است، بیش از 300 میلیون دلار. یعنی فقط این گزارش مربوط به گل محمدی نیست، یارو من به صورت ویژه اشاره خواهم کرد. ایران 62 صادر کننده است، نزدیک به 3 میلیون دلار و عدد کوچیکه. حالا ما رو خود گل داریم الان فعلا بحث می‌کنیم، عدد کوچیکه، ظرفیت ایران بیشتره. البته یه بخشش به خاطر اینه که ایران تقریبا توی ایران از تمام این سعی میشه از تمام این گل تولیدی بهره گیری بشه، استفاده بشه، یعنی برای واقع تولید عرقیجات و والا اسانس و فلان اینا. یعنی خیلی نباید نگران این بود که در این حوزه مثلا ما حالا رتبه صادراتیمون خیلی خوب نیست. حالا رشدهای مختلفی رو بعضی از کشورها مثل میانمار و اتریش داشتن توی این زمینه. حالا اتریش اینا که بیشتر بحث ری اکسپورت دارن و البته یه سری گیاهان مخصوص به خودشون و بذرهاشون که چون اینجا بحث سید و بذر مطرحه، حالا مثل هلند که روی بذر رو اینا بیشتر کار میکنن، اینا رشد چشمگیری داشتن توی این چند سال اخیر. میانگین فاصله بین تأمین کننده و مصرف کننده رو همونجور که مشاهده میکنید معمولا بین 2000 تا 4000 کیلومتر کمتر حالا هست که در واقع فاصله خیلی بالا باشه. اغلب در واقع صادرات تو همین فاصله انجام میشه و پوشش تقریبا تو شاهد 5000 کیلومتر داره. حالا گزارش گلاب رو ببینیم. این هم در واقع باز من اشاره کنم که گزارش اختصاصی فقط گلاب نیست. گلاب گفتم توی حتی خود ترید مپ هم با عنوان واتر آف در واقع محمدی فلاور جدا ثبت شده اما بروز نشده. من حالا اشاره میکنم این پکیج در واقع یا این کد، کد 300 و 390، داره در واقع پکیجی از روغن ها و واکس ها و در واقع اسانس های چندین گیاه رو در بر میگیره. مجموعاً این حوزه 1 میلیارد دلار در واقع ترنوور داشته تو صادرات و هند هم بزرگترین صادرکننده بوده با بیش از 330 میلیون دلار. این قابل توجه هست که هندوستان، بعد برزیل، بعد آمریکا و اندونزی، انگلستان، آلمان، این کشورها هستن که رتبه های برتر رو دارن. تو بحث واردات هم حالا ما یه مروری بکنیم بد نیست. بزرگترین وارد کننده آمریکا هست با بیش از 150 میلیون دلار. آلمان، اسپانیا، ژاپن، گفتم این کشورها وقتی می‌بینی تو صادرات هم رتبه دارن، یعنی دارن ری اکسپورت میکنن یه سری چیز. و ترنوور صادرات هم که می‌بینید بیش از 1.6 میلیارد دلار. عربستان در واقع بیشترین واردات و رشد وارداتی رو داشته، 24% در این چند سال اخیر، که خب طبیعی هم هست، یکی از بزرگترین مصرف کننده های گل محمدی و گلاب در دنیا خود عربستان. بحث گلاب هم و حالا مجموعه در واقع حالا عرقیجات و اسانس و روغن ها، باز بزرگترین وارد کننده آمریکا بوده، بیش از 20 میلیون دلار. ترنوور در حدود 800 میلیون دلاره که حالا اختصاصی گفتیم. حالا فکر کنم حالا من آمارها رو توی ایران جا حالا به صورت جزئی من خدمتتون عرض میکنم.
که متاسفانه آمار حالا نمیدونم به چه علت توی ترید مپ فقط تا سال 2017 آپدیت شده، اما خب من تو گزارش هایی که در واقع از بعضن حالا این رسانه های ایران و چون متاسفانه میگم این آمارها تو خود ایران هم بروز نمیشن خیلی دقیق، چه حالا آمار تولید باشه تو محصولات مختلف و حالا چه بحث صادراتی باشه، آمار باید منتظر ببینیم گمرک چه چیز رو منتشر میکنه و بعد بر اساس آمار گمرک در واقع بیاییم و بررسی آماری داشته باشیم. همونجور که اشاره کردیم ایران نزدیک به همونجور که میبینید 3 میلیون دلار صادرات داشته تو این حوزه، یعنی بحث خود گل حالا به ترتیب بررسی میکنیم. من آمار گل رو به صورت جدا ببین، حالا اینجا نگاه کنید دقت کنید، خود گل رو به صورت جدا اومدم سال 2019 این آمار رو برای ایران آوردم بیرون، ببینید محمدی فلاور یعنی اصلا کامل جدا کرده، یا نگاه کنید فرش روز لیف یعنی این برگ روز تازه، یعنی برگ گل تازه یا غنچه رو میفرستن. ببینید فقط گل محمدی رو اختصاصی در نظر بگیریم، ما حدود 2 میلیون دلار صادرات داشتیم در سال 2019. ببینید بیشترین اینجا آمار تا سال، ببینید من اینجا البته 2019 نوشته ولی آمار متاسفانه گفتم هم در گل محمدی هم خود گلاب تا 2017 آپدیت شده. اگر دقت بکنید ما اینجا از 2013 و اساس رنگ تا 2017 رو داریم به کشورهایی که این کشورهای اصلی بوده که ما صادر می‌کردیم، ویتنام، پاکستان، آلمان، هنگ کنگ و امارات. خود امارات هم میدونید یکی از کارهایی که الان میکنه تو کالاهای مختلف بالاخره از کشورهای مثل ما ری اکسپورته، یعنی میاد به صورت فله تو امارات اونجا با بسته‌بندی های مدرن حالا تکنولوژی شیلینگ اینایی که دارن بسته‌بندی میشه با برند خودشون، بعضا حتی ارسال میشه به کشورهای دیگه. ما توی 2017 مجموع در واقع صادراتمون حالا حول و حوش مثلا فرض کنید که شاید 2 میلیون دلار تا نزدیک به 3 میلیون دلار بوده کل حالا این سال، بخش اصلیش هم همون گل محمدیه، خیلی دیگه چیز دیگه نیست، بیشتر همون گل محمدی در واقع ما الان زوم کردیم. سهم صادرات ایران به کشورهای مختلف تو حوزه گل محمدی بیشترین سهم به آلمان بوده 28%، چین، اسلوواکی، ارمنستان، امارات، ایتالیا، هند، حالا اینا هر کدوم یه اعداد ریزی رو گرفتن، اما خب لاین صادراتی به کشورهای خیلی متفاوتی باز شده، حتی بلغارستان اینجا دقت کنید بلغارستان لاین صادراتی باز هست به کشورهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی، بعد خود همسایه های ما بلخص کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایل به استفاده دارن، حالا به خاطر مسائل اون معنوی و حالا مسائل مذهبی و آیینی که هستش و یه فصل مشترکی هم هست تو استفاده از گل محمدی گلاب. پس این در واقع باید مورد توجه قرار بگیره که چه کشورهایی تو الان وارد کننده بودن از ایران تو این حوزه. بیشترین رشد سهم صادراتی ایران به کشورهای مختلف همونجور که مشاهده میکنید به چین بوده تو چند سال اخیر 31% رشد داشته و به انگلستان هم 10%، اما در مجموع تو چند سال اخیر ایران 14% کاهش صادرات داشته که این کاهش صادرات بالاخص در خود در واقع گل محمدی هم دیده میشه، که البته شاید مثلا فرض کن که نشه دقیق تحلیل کرد که تو صادرات مضعف بودیم، نه ممکنه تمایل به تولید و استفاده از خود گل در ایران در واقع بیشتر بوده، یعنی به جای اینکه ما گل رو خام بفرستیم به کشورهای دیگه تمایل این بوده که ما در همین ایران تولید کننده های بیشتری در واقع جا گرفتن، گسترش پیدا کردن، کارگاه های بیشتری تأسیس شده و ترجیح داده شده که مثلا همینجا در واقع گلاب به دست بیاد، اسانس به دست بیاد یا حالا محصولات جانبی دیگه. سهم شرکای تجاری ایران در واردات جهانی گل همونجور که میبینید به این شکل هست، مثلا آلمان رو دقت بفرمایید، آلمان رتبه 2 رو داره خب و میزان صادرات ما به آلمان میتونه گسترش پیدا کنه. چین هم تقریبا رتبه 20 رو داره
بازم ظرفیت هست برای چین، حالا با توجه به جمعیت و وسعتی که چین داره. اتریش با توجه به جمعیتش رتبه 18 19 داره، ایتالیا رتبه خوبی داره، اینا چون تولید عطر دارن، یا فرانسه اینو این تولید عطر دارن، از ایسانس ها بیشتر استفاده میکنن، یا بعضا خودشون سعی میکنن که بعضی از گیاهان رو که مصارف بالایی در تولید عطر دارن و ایسانس هاشون خیلی اهمیت داره در تولید عطر، یا مثلا موارد مربوط به دارو که آلمان البته بیشتر دارویی استفاده میکنه، اینها گلها رو به صورت تازه میگیرن، خودشون اون پروسه تولید رو و اسانس گیری رو انجام میدن. روی این کشورها باید در واقع تمرکز بیشتری کرد و توجه بیشتری به این کشورها داشت. از لحاظ میانگین فاصله بین ایران و مقاصد صادراتی، همونجور که میبینید ما تا بیش از 4000 کیلومتر هم، یعنی عمده صادراتمون همین بوده، بیش از 4000 کیلومتر صادر کردیم، یعنی این توان و پتانسیل ایران رو نشون میده و حال محصولی هم هستش که از لحاظ حمل و نقلی خیلی جا نمیگیره و حمل و نقلش دردسر خاصی نداره و شرایطش هم خیلی پیچیده نیست و این باعث میشه که این امکان وجود داشته باشه در واقع صادرات خیلی درست انجام بشه، حتی در واقع صادرات گلاب و با پکیج‌های خیلی درست با خطوط حمل و نقل هوایی، یعنی این با هواپیمای باربری حتی در واقع میشه روش حساب باز کرد. رو اسانسا که قطعا با حمل و نقل هوایی با توجه به قیمت بالایی هم که اسانس داره صرف اقتصادیش هست و میشه در واقع اینها رو از این طریق برای کشورهای دیگه صادر کرد. پتانسیل در واقع صادراتی گل محمدی رو حالا اینجا دارید مشاهده میکنید. حالا در همین حال که میخوایم در مورد پتانسیل صحبت کنیم، یکم یواش یواش بحث رو عمیق‌تر هم میکنیم. پس همینجور که خدمتتون عرض کردم، خود این گل، یعنی قبل از اینکه اصلا گلاب بشه، خب استفاده گسترده‌ای داره تو صنایع مختلف. گفتیم حالا مصرف دارویش هم الان دیگه چند سالی که خیلی جدی گرفته شده و ازش دارن بهره میگیرن برای در واقع تولید. طبق این نموداری که ما الان داریم میبینیم، چین، آلمان، هند، ایتالیا، امارات، افغانستان، پاکستان، هنگ کنگ، اسپانیا، عراق، اینا دارای بیشترین پتانسیل صادراتی گل محمدی هستند. خود روسیه همینطور، حتی ترکیه، آمریکا، فرانسه، ژاپن، اینا کانادا متقاضی این گل پرخاصیت هستند. حتی من یک گزارشی میخوندم خیلی جالب هم بود که میگفت اسانس گل محمدی از پیچیده ترین فراورده های معطری که حدود در واقع شاید بیشتر از 500 ترکیب توش وجود داره و هنوز خیلی از ترکیباتش اصلا شناسایی نشده. یعنی خیلی در واقع این ارزشمنده و واسه همین کشورهای مختلف شاید دارن، حتی کشورهای توسعه یافته دارن روش کار هم میکنن که از توش ببینیم باز چی میشه در واقع. با توجه به این گزارش و حالا گزارش بعدی که توی اسلاید خواهید دید ما کمی دقیق‌تر نگاه کنیم، کشورهای دارای پتانسیل در واقع مقصد، میتونن مقصد صادرات گل محمدی باشن، چین، هند، ایتالیا، افغانستان، اندونزی، آمریکا، تایلند و مالزی رو میشه در واقع مطرح کرد. بعضی از کشورها مثل آلمان توی حالا نمودار میبینید، امارات، پاکستان، اینا شاید برای صادرات اشباه شده باشن. اما در واقع وقتی میگیم اشباه، باید یه بررسی ویژه تری بشه، شاید مثلا به این نتیجه برسیم که خب نباید به اینا صادر کنیم، بخاطر اینکه شاید رقبا از قبل اونجا در واقع حضور داشته باشن، حضورشون هم پرقدرت باشه و بازار اشباه باشه و نمیتونه ارزآوری مناسبی برام داشته باشه. وقتی میگیم اشباه، این بررسی ویژه‌تر، بررسی دقیق‌تر، و باید نگاه کرد که خب مثلا ممکنه یه محصولی از یه کشور دیگه مشابه محصول ما رفته باشه، مثلا همین گل محمدی به فرض از افغانستان رفته باشه تو آلمان. خب اونجا باید دید که آیا کیفیت گلی که افغانستان فرستاده آیا به کیفیت در واقع گل ما هست یا خیر. خب اگر به کیفیت گل ما باشه یا بیشتر، خب اینجا باید کمی احتیاط کرد و شاید اصلا تصمیم بگیریم که تو چنین بازاری فعلا حضور پیدا نکنیم. اما نه، اگر از لحاظ کوالیتی
از لحاظ کیفیت محصول ما قوی تره، اون وقت میشه روش کار کرد، یعنی با معرفی محصول و فرستادن حتی نتایج آزمایشگاهیش، آزمایشگاه‌های مرجع یا آزمایشگاه‌های همکاری که در حوزه صنایع غذایی هستن، در واقع کار کرد روی این قضیه که بله مثلا محصول من با کیفیت بهتر، با مثلا قدرت بیشتر، با ترکیبات بهتر میتونه برای شما مفیدتر و جذابتر باشه. اون وقت حالا میشه روی این محصول و ویژگی‌هاش یا پرایسینگش حتی در واقع کار کرد و رقیب رو کنار زد. پس این بازارهایی که در موردش صحبت میشه که دارای اشباه هستن کمی نیاز به دقت و بررسی بیشتر دارن. بهترین مقصدهای صادراتی گل محمدی با توجه به میزان پتانسیل صادراتی که اینجا دارید مشاهده میکنید میتونیم در واقع، البته خب بحث معمولا ما وقتی صحبت میکنیم بحث آسان بودن روابط تجاری رو هم در نظر میگیریم دیگه، چین، هند و ایتالیا هستن. از اون طرف عراق هم هست، خب روابط راحت، امارات هست، خود بازار آمریکا خیلی ظرفیت گسترده ای داره، اگر مثلا راهی یا لاینی پیدا کنید که به آمریکا ارسال بشه، حالا از طریق امارات و یک کشور واسطه میتونه مورد توجه قرار بگیره. و خود چین هم که خب بیشترین تفاوت بین پتانسیل صادراتی و صادرات واقعی رو داره که روشن نزدیک به 1 میلیون دلار این ارزش ظرفیت باقی مونده صادراتی چین هست، که خب اینا نشون میده که کدوم بازارها رو ما باید هدف بگیریم و رو اونها بیشتر کار کنیم. خب این از گل محمدی. حالا وضعیت صادرات گلاب رو ببینیم. ببینید در مورد گلاب هم متاسفانه خود گلاب، ببینید اینجا دقت کنید روی این مورد خود ترید مپ واتر اف محمدی فلور، خب کد 330911، ببین این آخرین آپدیتش مال 2017 است. حالا نمیدونم، حالا احتمالاً اطلاعات یا دیتا وارد نشده یا به حال هر دلیلی داره. عددی که 2017 به ما نشون میده تو کشورهای مختلف، حالا این چند تا کشور اصلی که از ایران وارد میکردن گلاب رو نگاه کنید، چه کشورهای؟ امارات، بحرین، روی عربستان ممکنه مستقیم از ما وارد نکنه، حالا به خاطر اختلافات چند سالی که وجود داره، مثلا از امارات بگیره، بحرین، کویت، عمان و فرانسه. دقت کن عدسازی، خب هر کدوم با رنگ‌های مختلف نشون داده شده. مثلا فرانسه رو ببینید، اومده اینجا یکم رشد داشته، الان تقریبا متعادله، ولی بیشترین اوورشوت رو امارات داشته. ببینید یه اوورشوت بزرگ، خود نشون میده که خود امارات صرفا مصرف کننده نیست، احتمالا میفرسته برای کشورهایی مثل عربستان و تو کشورهای دیگه مثلا مثل اسرائیل. خب ایران مستقیم داده ستد نداره، اما خب امارات این کار رو انجام میده. بیش از 12 میلیون دلار ما تو 2017 صادرات داشتیم، عدد بیشتر از این رو ما زدیم، تجربه داشتیم قبلا. تو 2019 میلیون دلار صادرات گلاب رو، حالا گزارش هایی که فعلا منتشر میشه بعضا هم انقدر زد و نقیزه که نمیشه روی هیچ کدومشون در واقع نظر مستقیم داد، که چنین آماری هست. خب عدد عدد کمی نیست در مجموع، و این که نشون میده ما با این که این عدد عدد شاید مثلا خوبی باشه بگیم بله مثلا ما اینقدر صادر کردیم، اما این عدد میتونه خیلی بزرگتر باشه. یعنی اگر این محصول درست معرفی بشه و درست شناسونده بشه، که ما حالا صحبت میکنیم راجع بهش که چه راهکارهایی میتونه داشته باشه، که یه بخشش مربوط به اینه که شما باید شناخت دقیقی نسبت به بازار هدف داشته باشید. وقتی میگیم بازار هدف، اول محصول شما چیه؟ جزء صنایع غذایی و جزء چاشنی ها محسوب میشه. یعنی اینجا بازار هدف شما چه چیزی در ابتدای امر بررسی بشه؟ ذائقه مشتری، چه جور در واقع ذائقه‌ای دارن و چطور میتونن این رو مصرف بکنن. مثلا فرض کن که توی ایران طرف یه نوع غذا داره مثل شعله زرد، یه غذا داره مثلا فرض کن که حالا غذا یا پیش غذا مثلا فرنی، توش میاد گلاب میریزه. خب آیا اونا هم شعله زرد دارن؟ خب قطعا ندارن. اونا ببین که آیا چه غذایی دارن که میتونه مثلا این در واقع اسانس یا این عرقیجات که یه جور ادویه یا یه جور در واقع چاشنی محسوب میشه، میتونه در کنار محصولات غذاییش قرار بگیره یا نه. این قراره به عنوان مثلا فرض کن که تو اون کشور مثل فرانسه به عنوان اسانس تو صنعت بزرگ عدسازی فرانسه ازش بهره گیری بشه. اگر بازار هدف رو دقیق بشناسیم، نوع در واقع ارسال کالا مونم تعیین
معرفی داریم که محصول رو بشناسونیم. مثلا این محصول با این ترکیب وجود داره، با این ویژگی ها وجود داره، شما میتونید این بهره گیری رو ازش داشته باشید. یعنی همین اینترنت سایت محصول اینه، خیلی ساده البته دارم میگم، یعنی خب اینا مثلا باید یک کلیپ های کوتاه براش درست بشه، محصول ما این مثلا عطر رو داره، اینجوری میشه ازش بهره گیری کرد، اینجوری میشه ازش استفاده کرد، طلوع در کنار خود محصول چسبونده بشه. حالا بحث بسته‌بندی و بخصوص مواد غذایی بارها ما تاکید میکنیم بسته‌بندی محصولات مواد غذایی خیلی در واقع مهمه. شما مثلا نمیتونید ادعا کنید که تو بحث برندینگ من یه برند لوکس میخوام ایجاد کنم، بعد بسته‌بندی مثلا یه بسته‌بندی معمولی اصلا چیپ و دم دستی باشه. وقتی میگیم بسته‌بندی، هم نوع کیفیت پکیج هست، هم طراحی در واقع اون تصاویر، اون لوگو، اون نوشته ها، حتی فونتش باید روش فکر بشه. فونت شما چه جور فونتیه؟ یعنی فونت شرکتتون باید معلوم باشه، بیزینستون باید معلوم باشه، نوع رنگ بندیش باید معلوم باشه، رنگ اصلا سازمانی شما چه رنگی رو انتخاب میکنی. خب بعد در واقع همه اینا کنار هم قرار میگیره و در نهایت اون برندسازی شما در واقع اتفاق میفته که میتونه در واقع برای همه جور محصولی در واقع این تکنیک ها کاربرد داشته باشه. وضعیت کرو قبلی، اون نمودار قبلی دیدیم، اینجا دارید روی نمودار میله‌ای میبینید که خب فرانسه، عمان، کویت، بحرین و امارات که مجموعا گفتیم مجموع اعدادش نزدیک به 12 میلیون دلار بوده. این عدد تغییر آنچنانی ما نداشتیم و اینکه ما خیلی از بازارها رو اصلا روش کار نکردیم، یعنی این محصول شناسونده نشده و این خودش باز برمیگرده به گذاری های منسجم اتاقای بازرگانی وزارت صنعت، اینا که خب رو چیزایی که ویژه کار کنیم و اونا رو معرفی کنیم که تجار ما اینجا راحت تر بتونن در واقع فعالیت کنن. اما خب همونجور که همیشه میگیم به اون قسم باید ببینیم که خودمون میتونیم چی کار انجام بدیم و مطمئنا با کمک همین فضای و بستر آیتی خیلی از کارها رو در واقع ما میتونیم با هزینه کم صورت بدیم و محصول رو به درستی به بازار جهانی هم بشناسونیم و از اون در واقع بهره‌گیری کنیم. به هر حال یکم زمان میبره، یکم صبر میخواد، یکم در واقع خلاقیت و نوآوری میخواد، اما قطعا جواب میده، یعنی در بلند مدت مطمئن باشید که پاسخ لازم رو خواهید گرفت. به این عدد من خیلی اطمینان ندارم، هرچند گفتم این کدی که الان دارید میبینید 300 و 390 این مال 2019، گلاب هم زیر مجموعه همین در واقع کد هست که اینجا اشاره میشه حدود نزدیک 3 میلیون دلار 29مین صادر کننده، اما احتمالاً آمار مربوط به گلاب در نظر گرفته نشده چون وارد نشده، چون اگر وارد میشد که ما در واقع توی آمارها به صورت جدا میتونستیم آمار در واقع صادرات گلاب رو ببینیم. در سال 2018 و 2019 آپدیت نشده، البته خب خود ترید مپ هم هنوز برای 2020 هم آپدیت نشده، تازه اعداد داره آروم آروم وارد میشه. حالا میزان صادرات، میزان واردات، خب باید فکر کنم یه مدتی صبر کنیم تو آمار جدید ترید مپ هم به دستمون برسه. در مجموع اون چیزی که در مورد صادرات گلاب میشه با اطمینان گفت اینه که میزان در واقع صادرات ما عدد بیش از در واقع 10-12 میلیون دلار در سال هست. خود هند هم الان میبینید که دیگه داره مثلا گلاب صادر میکنه. اینا خود یعنی رقبای بالقوه ما داریم که الان دارن دیگه بلفل میشن دیگه خیلی جدی جدی دارن رقیب ایران میشن و یکم باید در واقع حواس تجار ما باشه که حیفه این بازاریه که ما به صورت طبیعی مزیت تولیدی، مزیت صادراتی داریم و حیف است که در واقع اون رو از دست بدیم. نقش گلاب هم گفتم اون اول، الان تو صنعت در واقع محصولات آرایشی بهداشتی هم مشخص شده، تو بحث
زشکی هم تو بحث متخصصان زیبایی پوست الان بهش توجه کردن، دارن از روش کار میکنن، ازش بهره گیری میکنن. خب میگم دیگه به اینجور نیستش که مثلا بگیم خب این فقط خوراکیه، مثلا باب طبع ذائقه ایرانی کشور دیگه استفاده نمیکنه. نه دیگه، این وقتی که خواص مختلف داره و استفاده های متفاوت، الزامی نیستش که من حتما برای مصرف خوراکی بفرستم به یک کشور دیگه. با توجه چین، عراق، امارات، تایلند، عمان، ترکیه، اینا داره پتانسیل های مناسب هستند. کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، فرانسه و سوئیس هم متقاضی در واقع خود این اصاره پرخاصیتن متوجه قرار بگیره. با توجه به نموداری که الان اینجا دارید مشاهده میکنید و قابل ذکر هست، کشورهایی که در واقع پتانسیل صادراتیشون مناسبه برای صادرات گلاب، هند، چین، اندونزی، تایلند، اسپانیا. خب بعضی از این کشورها باز اشباه دارن، مثل عراق، مثل آلمان. اشاره میکنم که این کشورها که توی نمودارها اشباه شدن باید یک کم توجه بیشتر پاشنی های پرطرفدار هست در هند با توجه به یعنی اسانسش رو شما میخوای بفرستی، حقیقتا نوع بسته‌بندیش فرق میکنه. یا مثلا فرض کن اگر بخوای برای مصارف دارویی بفرستی، دیگه نیاز نیستش که مثلا تو بسته‌بندی های خیلی خاص و شیک و مثلا اینا باشه، میشه در واقع توی بسته‌بندی های دیگر با حجم بیشتر اینها رو در واقع ارسال کرد. در مجموع اون چیزی که شاید بهش باید توجه کرد بیشتر همون مواردی هستش که در کالاهای دیگر به خصوص رو صنعت غذایی ما روش در واقع بیشتر تاکید میکنیم و بحث میکنیم. یکی اینکه اولا رو تجارت الکترونیک ما باید بیشتر دقت کنیم و اینکه از طریق بستر آیتی که الان در اختیار همه ما هست در واقع اون نهایت بهره برداری رو داشته باشیم، کالا رو درست معرفی کنیم و اینکه ما بعضی وقتا پتانسیل های بسیار بالایی داریم اما محصول ما خوب در دنیا به خوبی نمیشناسن، و چه بهتر که ما محصول رو اول درست معرفی کنیم و این محصول رو خواصش و ویژگی هاش رو نوع مصرفش رو بشناسونیم و بعد وارد بازار بشیم. خب بعضی از مسائل ممکنه که به عنوان مانع قلمداد بشه، اما این موانع یه بخشش برمیگرده به عدم شناخت. یعنی ما وقتی که بازار رو نمیشناسیم، نمیدونیم که اونا به چه چیزهایی توجه دارن،
میگم وقتی میگیم مواد غذایی یعنی مستقیما ما با اند یوزر یا مصرف کننده نهایی درگیریم. خب مصرف کننده نهایی اولا که همون به اصطلاح ضرب المثل خودمون عقل به چشم هست، اون چیزی که هست اول در زیبایی، در واقع بسته‌بندی زیبایی کالا و ویژگی‌های رنگ‌بندی و این موارد هست، و اینکه در واقع در وهله بعدی شرح محصوله، محصول معرفی بشه. خیلی در واقع حالا خصوص تو کشور توسعه یافته مردم به این شرح محصول توجه می‌کنن. تو در واقع بعضی وقتا لازم هستش که ما بتونیم فرایندهای اون کشور هم بشناسیم. مثلا فرض کنیم که ما اگر بخوایم بفرستیم یک گلاب خوراکی به آلمان، خب اونجا در واقع چه تستایی گرفته میشه؟ آیا این تستا رو من تو ایران انجام دادم؟ یعنی دادم مثلا به یک آزمایشگاه همکاری و مرجع در واقع مواد غذایی که در واقع گلاب من تست بشه، آلودگی نداشته باشه، ویژگی‌های لازم رو داشته باشه، بعد مثلا اقدام کنم به صادرات که مثلا فرض کنید یه دفعه کالام صادر بشه، بعد اونجا تو تستا جلوی در واقع محصول من رو بگیرن، نه تنها خود من متضرر میشم بلکه این محصول، این برند کشور در واقع تخریب میشه. پس اینا رو در واقع باید یکم دقت کرد و روش تمرکز کرد و در طی این مراحلی که طی میشه اگر درست طی بشه قطعا لاین صادراتی مورد نظر یافت خواهد شد و پیدا میشه و باز میشه و میتونه به عنوان یک محصول پایدار، یک لاین صادراتی پایدار مورد استفاده تجار قرار بگیره. خب این بحث امروز ما بود راجع به گل محمدی و گلاب. یه مروری هم داشته باشیم روی اخبار صادراتی و وضعیت کلان تجارت. خب اشاره کرده بودیم به وضعیت تجارت توی یک سال اخیر، دیگه سال هم داره به پایان میرسه. اون چیزی که حالا اعداد و ارقام نشون میده نهایتا فکر کنم نزدیک به حالات پایان سال حدود 35 تا 40 میلیارد دلار ما صادرات کنم، همون 36 37 دیگه بیشتر هم نشه، به 40 احتمالاً نمیرسه، میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی داشتیم. با توجه به ضعف و مشکلاتی که تو فروش نفت به وجود اومد، ناخودآگاه این فضا ایجاد شد که ما بتونیم تو صادرات غیر نفتی بیشتر ورود کنیم. که حالا من یه آماری هم خدمتتون میدم که در واقع بدون نفت ما، یعنی صادرات کالاهای غیر نفتی، ما هم اشاره کردیم قبلا که چه کشورهایی هستن که دارید مشاهده میکنید، از چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، کشورهایی هستن که ما بیشترین در واقع ارتباطات رو با این کشورها داشتیم و بیشتر که رو جلسات قبل بررسی کردیم، گفتیم
دقیقش رو بگم. بله ما نسبت به حالا چون در مورد روسیه صحبت کردم، ما توی یکی دو سال اخیر حدود 100% رشد داشت در واقع صادرات ما به روسیه، اما بازم الان این سری هم حالا سفیر خود ایران تو روسیه هم این مطلب رو عنوان کرد و در واقع فضا ظاهرا داره ایجاد میشه که این لاین گسترده تر بشه، بازتر بشه و این خبر رو حالا باید به تجار داد که به بازار روسیه توجه ویژه‌ای داشته باشن. خبر جالب تری که اخیرا خود وزارت صمت در واقع مطرح کرد این که هر ماه به این دقت کنید 400 تا 500 صادر کننده جدید وارد چرخه تجارت دارن میشه و تا الان هم بیشتر حالا بحث حالا ارز نیمایی اینا بوده، این گرفتاریش بیشتر از 2200 صادر کننده 100% تعهدات ارزی خودشون رو وصول کردن. خب ببینید همین که در واقع 400 تا 500 تا به کارت بازرگانی میگیرن وارد این چرخه میشن، این خیلی در واقع خبر خوشایندی، یعنی نشون میده که آروم آروم تجار ما، کاسبای ما، کسبه ما دارن به این قضیه میرسن، تولید کننده ما که بابا فقط به بازار داخلی فکر نکنید و باز کردن لاین های صادراتی کمک میکنه که ما اتفاقا کیفیت محصولاتمون رو در داخل بیشتر کنیم، رو پرایسینگش داخل کشور، یعنی محصول رو بتونیم با قیمت کمتر به مردم کشور خودمون بدیم، از اون طرف با صادرات در واقع جبران کنیم. اینجوری هم یک بازار گسترده در داخل پیدا میکنیم، همین که یک سود بسیار خوب از بازار بیرون انجام به دست میاریم. ضمن این که باز هم رئیس سازمان توسعه تجارت این هفته اشاره کردن که دارن تلاش میکنن که تعرفه تجارت کالا میان ایران و سوریه صفر بشه. این رو هم قبلا هم هفته قبل هم صحبت کردیم که رو بازار سوریه هم در واقع دوستان تمرکز داشته باشن، کشور جنگ زده است، خیلی چیزا رو نداره، داره تلاش میکنه بسازه الان و فضای بسیار مناسبیه که در واقع ما بتونیم بازار اونجا رو به دست بگیریم. حتی دارن در واقع تلاش میکنن که تعرفه‌های گمرکی بعضی از کالاها رو هم به صفر برسونن. به صورت عموم بیشتر کالاها 4% تعرفش بسته شده تو سوریه، اما بعضی رو هم میخوان به صفر برسونن. بیشتر از 80 کالا هم دارن در واقع مستثنا میکنن، یعنی بتونن که فضا ایجاد بشه که تجار ایرانی بتونن کالاهاشون رو بفرستن به سوریه. پس بازار سوریه رو هم فراموش نکنید. خب ما دیگه بحث رو ببندیم، منتظر سوالات عزیزان بشیم. سوال این هفته ما راهکارهای افزایش سهم صادراتی ایران در بازار جهانی گل محمدی و گلاب در چین، که برای پاسخگوی دوستان زحمت میکشن به لینک aradbranding.com/QA مراجعه میکنن و دوستان ما تو مجموعه آراد به قید قرعه هدایایی رو به بهترین پاسخها اهدا خواهند کرد. خسته نباشید میگم خدمت دوستان، سوالات خودشون رو به سامانه 3021-19 بفرستن تا ما پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم تا اونجا که امکان داره. کلاس بعدی هم فردا رأس ساعت 15 ریسک و بیمه در تجارت توسط جناب دکتر ترشیزی ارائه میشه که حتما دوستان از این کلاس هم استفاده میکنن و بهره میبرن. ما منتظر سوالات عزیزان هستیم در این حوزه و اگر سوالی هست دوستان میتونن مطرح کنن و ما پاسخگوی عزیزان خواهیم بود.
یک از دوستان در مورد کلاسیس پرسیدن که مختص مالیات باشه. خب این رو ما با دوستانمون در مجموعه آراد حتما در میون میذاریم که دوستان اگر در واقع شرایط مهیا بود حتما یک کلاسای راجع به مالیات در واقع داشته باشن. به هر حال این نکته رو حالا من به صورت کلی بگم که بحث مالیات جدی هست و دوستان البته ببین من یک چیز خدمتتون عرض کنم، ما میدونیم که حالا مشکلاتی هست، ببین کشورهای توسعه یافته درآمد اصلیشون از مالیات، البته در کنار مالیاتی هم که از مردم میگیرن خدمات ارائه میدن و مردم هم پاسخگویی میخوان از مسئولین. و حال ما در مراحل گذار هستیم و این گذار هم کمی سخته، برای همه سخته و این تغییرات امیدوارم که درست انجام بشه، یعنی همونجور که درست مالیات و عادلانه با یک سیستم درست اخذ میشه در کنارش هم خدمات درستی هم ارائه بشه. اما خب بهتره که دوستان به مباحث این چنینی که خب به حال یک در واقع کانکتی با بخش قانونی داره داشته باشن که بعدا خدای نکرده مشکلی براشون پیش نیاد، حتما دوستان آراد برندینگ هم این مسئله رو مد نظر قرار میدن. خب یکی از عزیزان سوال پرسیدن در مورد علت صادر نشدن میوه ها به خصوص سیب که در سردخونه ها دارن فاسد میشن. ولی من این رو الان در جریانش نیستم که بخوام پاسخ بدم، اینکه حالا این سیبی که شما میفرمایید داره فاسد میشه، این سیب مثلا متعلق به کیه؟ متعلق به دولت؟ متعلق به مردمه؟ دولت که البته به طور معمول میاد یه سری از محصولات رو خریداری میکنه، بعد شب عید الان مثلا اعلام کردن دیگه از 20 اسفند به بعد خیلی از میوه ها وارد بازار میشه برای اینکه بتونن بازار رو کنترل کنن. و اینکه حالا در واقع این میوه ها متعلق به چه کسی است، مثلا متعلق به اشخاص، این اشخاص شاید در واقع یک فکری تو ذهنشون هست دارن برنامه خاصی رو در واقع میخوان پیاده کنن، یا اینکه امکان صادرات براشون نبوده، یه سری مسائل کلانه و نمیتونم در موردش نظر بدم چون اطلاعات دقیقی ندارم و اینا دیگه مربوط به سیاست گذاری ها میشه. یکی از دوستان در مورد نوع صادرات گل گفتن که به چه صورت صادر میشه، خشک یا تازه. خب قطعا در واقع هم به صورت خشک، همونجور که اگه توی اون گزارش هایی که من اشاره کردم دقت میکردین نوشته بود مثلا fresh or dry، یعنی تازه و خوش شده، یعنی هم به صورت خشک صادر میشه هم به صورت تازه. این که شما باید در واقع بازار هدف رو بشناسید، یعنی بازار چه چیزی رو نیاز داره، گل خشک میخواد مثلا یا گل تازه میخواد یا مثلا گلاب میخواد یا نه اسانس میخواد، بعدا میتونید تصمیم بگیرید که به چه صورت صادر کنید. حتما با دوستان ما تو مجموع آراد مشورت کنید اگر یکی از محصولات انتخابیتون مثلا گل، گل محمدی یا گل‌های دیگر هست. بله. خب یکی از عزیزانم پرسیدن در مورد اینکه سازوکاری معرفی کنید که پی دی اف در واقع کلاس ها رو بتونید دانلود کنید. ببینید پی دی اف رو حالا با توجه به صلاح دید عزیزانم تو آراد میتونن در اختیارتون بذارن، اما من اینقدر رو میدونم که دوستان ما تو آراد توی کانال آپارات، یعنی پلتفرم آپارات چنل دارن، یه چنل مخصوص در واقع آراد برندینگ دارن، شما تو آپارات سرچ کنید آراد برندینگ چنلش میاد و معمولا کلاسایی که الان اینجا ضبط میشه توسط خود دوستان آراد برندینگ اونجا بارگذاری میشه، یعنی شما مجدد میتونید نه این کلاس، همه کلاسایی که حالا دوستان دارن زحمتشون میکشن توی اونجا هست و شما میتونید بارها بارها همونجا دانلود کنید، یعنی خود کلاس رو کلا با صدای مدرس دانلود کنید و همین که در واقع همونجا استفاده کنید، مجدد پلی کنید و بهره بگیرید از کلاس‌های مختلف و امیدوارم که موفق و مؤید هم باشید تو این زمینه، حتما به دست آوردن دانش کمک کننده است و میتونه راهگشا باشه در هر زمینه‌ای. البته
خب سوالات دوستان تموم شد، منم خسته نباشید عرض میکنم خدمت عزیزان، خدا قوت میگم و آرزوی موفقیت دارم تا جلسه آینده. خدا یار و نگهدارتون باشه، خدا حافظ شما. You are currently the